راوی شعر حافظ یه رنده، با تعابیری که از رند داریم، یه روشن فکری که زیرک، کلام زیرکی داره و احساساتشو نمیشه زود فهمید، اندیشاشو نمیشه فهمید. متن حافظ یک متن رندان است از این جهت. خب مخاطبش باید یه درجاتی از رندی داشته باشه. یعنی شما در شعر حافظ رو باز بذارید که اینی که من دارم میخونم شاید همه اون بحثی نیست که تو متن است. این احتمال رو همیشه بدید. من همیشه اینجوریم. مثلا فکر کنید میگه که دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت. این مفاهیم خیلی مشخصیه. با خودم احساس کردم، دلم بهم گفت که اگه دعا بخونم او رو به دست میارم. کلام ظاهرا عاشقانه است. مثل دوم میگه که عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت. این اگر میبینید یه سر دعا میکنم، اینه که تصورم اینه که او رو به دست بیارم. این همون خط اصلی معنی است که مشخصه. یه ذره که مکس کنید میبینید با یک انحراف، با یک تنوع خانش، یه چیز دیگه ازش برداشت میشه. یه آدمی که مثل شما نیست، مثلا من که اندیشم با شما کاملا فرق داره، من از اون زاویه دیگه این بیت رو میپسندم. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. یعنی دعا کردم و به دست نیارم، از عمرم به دعا خواندن تلف شد. این دو اندیشه جدا. خب اگر با دعا میتونستم به دست بیارم، به دست آورده بودم. این که وصالش به دست نیامده یعنی دعا تأثیر نکرد. خب حالا این دو جنبه کاره. یه مخاطب معتقده که با دعا کردن میشه به دست آورد، یه مخاطب معتقده که دعا کافی نیست، به شرایط دیگه هم باید کنارش باشه. حالا بسه به ایدئولوژی اجاب برانگیز و اجاب انگیز. حالا یه بیت دیگه بگم. میگه که گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. اگه ناراحتی برات پیش میاد، اگه شادی پیش میاد، هر چی در زندگی پیش میاد، به این اون نسبت نده، کار خداست. خب این بنیاد اعتقادی است. ما عقیده داریم که خواست خداست. حالا همین بیت رو جور دیگه اگه بخونید، ایدئولوژی مقبولی ازش در میاد، اما حرف کاملا متضاد. گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. چرا به خدا نسبت میدی؟ خودت باعث شدی، خودت جوری زندگی کردی که رنج نصیبت شده. آخه بعضی از ما عادت داریم هر کار خطایی که میکنیم میشینیم خدا خواسته اینجوری بشه. نه، خدا کی گفت تو خطا کنی؟ خدا کی گفت تو اینجوری زندگی کنی رنج نصیبت بشه یا برعکس؟